داری. سلام به همگی، پریا خواص هستم. I hope you're doing well. امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این جلسه از صرف تا صد میخوام بهتون یاد بدم پیشنهاد بدیم. چطوری تو انگلیسی به دوستم یه چیزی رو پیشنهاد بدم یا یه کاری رو به یه نفر پیشنهاد کنم؟ خب We have two beautiful and useful words for it. دو تا کلمه خوشگل و مورد استفاده داریم که به معنی پیشنهاد دادن یا پیشنهاد کردنه، که میخوام بهتون جمله سازی با اینها رو یاد بدم. کلمه suggest، دابل جی، دو تا جی داره، suggest یعنی پیشنهاد کردن، پیشنهاد دادن، و همینطور recommend. Good one. Suggest, recommend. خبر خوب اینه که این دوتا کلمه از لحاظ ساختار توی جمله سازی عین همه. فقط کافیه جاشون رو همه دلت خواست عوض کنی. بگی recommend، بگی suggest. It's on you. تو انتخاب میکنی. بریم سراغ ساختار اول. The first structure is suggest doing something. بعد از suggest هر فعلی که میخوای، یعنی پیشنهاد دادن انجام کاری، هر فعلی که بخوای با ing میاد بعد suggest. خب تو این ساختار همینطور recommend doing something. این دوتا این همه، یعنی پیشنهاد دادن انجام کاری. For example, I suggest going to that restaurant. من رفتن به اون رستوران رو پیشنهاد میکنم. I suggest going to that restaurant. میتونی اسم بذاری یا I suggest going to McDonald's. No. I don't suggest that. ما اونو پیشنهاد نمی کنم بریم مکدونالدز. چاق میشی. It's not good. Fast food is not good. Okay, whatever. به جای suggest همینو recommend میذاری، یه جور دیگه میگی I recommend going to that cafe. من رفتن به اون کافه رو پیشنهاد میکنم. پیشنهاد میکنم بریم اون کافه. Going to that cafe. ببین پس suggest که اومده بعدش فعل go با ing میاد و همینطور این recommend going، suggest going. حالا بریم سراغ یه مثال دیگه. همین یه توی ویدیوی دیگه، حالا اینو بگم، توی ویدیوی دیگه راجع به محترمانه تر صحبت کردن گفتم که بعد از مثلا I یه would بذاری محترمانه میشه. حالا میگی من پیشنهاد میکنم، لحاظ فارسی تغییر توی معناش نداره، همون من پیشنهاد میکنمه. ولی تو انگلیسی ما یه would میذاریم بعد I'd میگیم، محترمانه تر میشه، قشنگ تر داری پیشنهاد میدی. که اینجا هم گفتم I would. حالا بهتون توضیح میدم. پس اینجا نگاه کن، میگیم I'd suggest driving. I would suggest driving. من رانندگی کردن رو پیشنهاد میکنم. علاوه معنای فرقی نکرد، فقط ایزر محترمانه تر. اینم گفتم بگم توی پرانتز آپشناله، میخوای بگو میخوای نگو بودو. میتونی بگی I suggest driving. این اپوستروف دی رو حذف بکنی. I would suggest driving. Whatever. It's on you. این دست توه. یه مثال دیگه برای recommend. Doctors recommend writing your feelings down on paper. دکترها پیشنهاد میکنن نوشتن احساساتتون رو روی کاغذ، یعنی هر احساسی داری رو کاغذ بنویسین، چیزی که دکترها پیشنهاد میکنن. Doctors recommend writing. ببین recommend doing something، بعد از recommend ing اومده. Doctors recommend writing your feelings down on paper. Beautiful. Good. حالا تا اینجاشو وایسا. همینو دقیقا گفتم، اگر محترمانش بکنی یه وود میذاری. خب حالا اینجا من میخوام یه جور دیگه هم بهتون یاد بدم، یه ذره دیگه بیشتر تأکید بکنم روش. مثلا میخوای منفی بگی، بگی من هیچ وقت هرگز پیشنهاد نمی کنم انجام یه کاری رو. مثلا حالا میگم بهتون I would never. کافی بعد would یه never بذاری. خب اینا دوتا آپشنال هنو، میتونی هم نگی. I would never suggest sunbathing on a regular basis. من هیچ وقت یا هرگز آفتاب گرفتن روی روتین یا مثلا هر روز یا مثلا هفته چند بار رو پیشنهاد نمی کنم روی یک regular basis، روی یک پایه و اساس regular. یعنی هی بری sunbathe بکنی و پیشنهاد نمی کنم.
I would never. پس بعد از would خیلی خوشگل شد. یه never میذاری. یا میتونی بگی I would not suggest. بعد از would میتونی یه not بذاری. ولی قشنگتر اینه که همچنین تأکید بکنی. مثلا I would never suggest smoking. من هیچ وقت سیگار کشیدن رو پیشنهاد نمی کنم. هرگز. I would never suggest smoking. این از این. بریم سراغ این ور. این never بود که گفتی هرگز. I would never. با خودت تمرین کن. I would never suggest doing something. خودت یه جمله بنویسم یعنی. حالا میخوام برعکسش که من دیگه خیلی پیشنهاد میکنم انجام یه کاریو. مثلا میتونی بگی I would strongly recommend reading English stories. من به صورت خیلی strong، خیلی همچین اصرار دارم که به کتاب خوندن، داستانهای انگلیسی بخونی. خوندن داستانهای انگلیسی خیلی تاکید دارم. I would strongly recommend. پیشنهاد خیلی قوی میکنم راجع به خوندن زبان انگلیسی، داستانش، داستانهای انگلیسی. اوف، اوکی، سو let's go for the next structure. بریم سراغ ساختار بعدی. Look, suggest that somebody should do something. یا suggest that somebody do something. Should optional. میتونی بگی میتونی نگی. یعنی پیشنهاد بدی که یه نفر یه کاری رو باید انجام بده، یه نفر یه کاری رو انجام بده. همین و همین با recommend هم همون میگی. Recommend that somebody should do something or recommend that somebody do something. حالا این somebody هر کسی میتونه باشه، منظور آدمه دیگه. اسمی منظورم somebody، هر کس. I, you, we, they, he, she, it, پریا، اسقر، doctors, teachers, nurses, whatever. خب حالا اینجا من میام از جمله بسازم که متوجه بشین این ساختار رو هیچ وقت عوض نمی کنی. Suggest that somebody do something or should do something. For example, I suggest that you sleep well before driving. من پیشنهاد میکنم که تو خوب بخوابی قبل از رانندگی. I suggest that you should, میتونی بگی میتونی نگی, that you should or you sleep well before driving. خیلی جمله قشنگ شد. پیشنهاد میکنم که خوب بخوابی قبل از رانندگی. همینو با این میگی, با recommend. Doctors strongly recommend, خیلی پیشنهاد میکنن زیادی, that fathers should be present at their baby's birth. دکترها خیلی پیشنهاد میکنن که پدرها موقع تولد فرزند باید اونجا باشن، باید اون لحظه باشن. دکترها اینو پیشنهاد میکنن. Doctors strongly recommend that fathers should be present at their baby's birth. این جمله لانگ منه. خیلی هم جمله قشنگه. بریم سراغ بعدی. For example, her friends suggest that she should get more exercise. دوستاش بهش پیشنهاد، یعنی her friends، دوستای اون دختره، بهش پیشنهاد کردن، پیشنهاد میکنن بگیم که باید بیشتر ورزش بکنه. She should get more exercise. اینا رو با تمرین میتونید حلش بکنید. جمله بساز، همین پایین بنویس. یا my coach، این مربی من، my coach recommended that I go on a special diet. این مربی من به من پیشنهاد کرد که برم روی یک دایت یا رژیم خاص. حالا میتونه نان کربوهیدرات باشه، کربوهیدرات نداشته باشه، whatever. Special diet. So my coach recommended that I go on a special diet. این بود از درس امروز. پس میتونی برای پیشنهاد دادن از کلمه suggest و recommend استفاده کنی. If you want to learn, join and enjoy. Goodbye!